درود به شما شنوندگان عزیز شما شنونده رادیوی جهانی پارس هستید در این قسمت برنامه ی پیغام روز پخش خواهد شد خوشحال می شویم در طول پخش این برنامه با ما همراه شوید در پیام امروز شبان دوک شرودر با ما درباره انسان‌های گناهکار صحبت می‌کنه و اینکه خدا چطور انسان گناهکار رو می‌بخشه و به او حیاتی تازه میده. به کلام امروز با هم گوش می‌کنیم. وقتی شما با انجیل عیسی مسیح آشناتر میشید و وقتی به کتاب مقدس و داستان زندگی او دقیقتر میشید براتون روشن میشه که چقدر با عیسی خصومت میشد. افرادی رو میبینید که دائما در پی این بودند که مانع کار او بشن. سعی داشتن او رو تحقیر کنند و با او مخالفت میکردند. یکی از نمونه های خصومت و دشمنی که عیسی مجبور بود باهاش مواجه بشه در کتاب یوحنا باب 8 اتفاق میفته که طی نقشه از پیش شده ای در صدت هستند عیسی رو با های خودش به دام بیاندازند داستان از این قراره عیسی به کوه زیتون رفت و صبح زود باز به معبد اومد و همه مردم به دور او جمع شدند و اون نشست و به تعلیم دادن اونا مشغول شد در این وقت مولایان و فریسیان زنی رو که در حین عمل زنا گرفته بودند پیش او آوردند و در وسط برپا داشتند اونا به او گفتند ای استاد این زن را در حین عمل زنا گرفته ایم. موسا در تورات به ما دستور داده است که چنین زنان باید سنگسار شوند. اما تو در این باره چه میگویی؟ آنان از روی امتحان این را گفتند تا دلیلی برای اتهام او پیدا کنند. اما عیسی سر به زیر و با انگشت خود روی زمین می نوشت. ولی چون آنان با اصرار به سوال خود ادامه دادند، عیسی سر خود را بلند کرد و گفت: آن کسی که در میان شما بیگناه است سنگ اول را به او بزند ایسا باز سر خود را به زیر افکند و بر زمین مینوشت. وقتی آنها این را شنیدند از پیران شروع کرده یک به یک بیرون رفتند و ایسا تنها با آن زن که در وسط ایستاده بود باقی ماند ایسا سر خود را بلند کرد و به آن زن گفت آنها کجا رفتند؟ کسی تو را محکوم نکرد؟ زن گفت هیچ کس ای آقا عیسی گفت من هم تو را محکوم نمیکنم، برو و دیگر گناه نکن هیچ کدوم از ما دوست نداریم گناه ما در ملع عام برملا بشه این میتونه یکی از شرماورترین چیزها برای ما باشه که همه زفها و گناهان ما رو بدونن چقدر برای این زن وحشتناک بوده که به حضور ادهی مردان روحانی و مذهبی آورده شده تا عملا، در ملع عام داوری بشه. اینجا وضعیت جالبی رو میبینیم که چطور این زن به صورت تحقیرآمیز و کشان کشان برای داوری طبق شریعت آورده شده. توجه داشته باشید که ارتکاب گناه زنا توسط دو نفر تحقق پیدا میکنه. با این حال هیچ مردی به عنوان متهم آورده نشده. در واقع دشمنان عیسی به نظر میرسه اونقدر مصرانه در صدد به دام انداختن ایسان که از هر راهی که به نظرشون میرسه استفاده میکنن. راستش هیچ بعید نبود که خود اونها در پشت این قضیه قرار داشتند تا این زن رو به دام بیاندازند. ما به طور حتم نمیدونیم اما مشخصه که زن به تنهایی گرفتار شده بود و به مرد اجازه داده بودن که بره. در بسیاری از نقاط دنیا با زنان رفتار غیر عادلانه ای میشه. گاهی بارهای اضافی بر اونها تحمیل میشه. و یا مردان با اونها به طور شرماوری رفتار می کند. و اینجا یه مورد واضح از اون رو می بینیم. اما به هر حال توجه کنید که ایسا چطور از این زن در مقابل این تهمت ترسناک دفاع می کنه. این نحوه برخورد مسیحیت با زنان هست. ایسا عملا احترام به زنان رو پای گذاری می کنه. ایسا مقام زن رو ارتقا میده. او با زنان حرف میزنه و به اونها احترام میکنه در حالی که بسیاری از فرهنگ های امروزی دنیا زن رو تحقیر میکنند و حقوق اونها رو زایه میکنند این چیزیه که ما نمیتونیم ازش راضی باشیم ما میبینیم که این زن به عنوان وسیله توسط دشمنان مذهبی عیسی یعنی فریسیان و علمای دین نزد عیسی آور نمیشه منظور اونها به دام انداختن عیسی است اونها قصد دارند عیسی رو توی مخمسه بندازن شرایط اینطور بود که اگه عیسی با شریعت موافقت می کرد یعنی با شریعت موسا و چیزی که در عهد قدیم گفته شده بود باید اون زن رو محکوم می کرد و بر طبق شریعت اون زن باید سنگسار میشد، چون اونها قانونی داشتند که طبق اون اگه زنی حین عمل زنا گرفتار میشد، باید سنگسار میشد و کشته میشد. اگه ایسا او رو محکوم می کرد موقعیت خودش رو در مقابل کسانی که او رو دوست داشتند یعنی گناهکاران به خطر مینداخت چون او با گناهکاران به مهربانی رفتار میکرد و به اونها شانس دوباره ای برای توبه میداد خب از طرفی دشمنان عیسی قصد داشتن اعتبار او رو به عنوان دوست گناهکاران از بین ببرند و از طرفی اگه او برخلاف شریعت موسی حکم میکرد اون موقع با قانون خدا مخالفت کرده بود خب در این شرایط او چیکار باید میکرد از اونجا که میدونیم عیسی خداونده و بی و بی‌گناهه، او بهترین جواب رو میده او سوال رو به طرف خود فریسیان میندازه او میگه هر کی ادعا میکنه که بی‌گناهه، گناه بره جلو و اولین سنگ رو بزنه واضحه که این مردان اون موقع متوجه میشن که خود اونها هم گناهکارن و نمیتونن با تکبر بیستن و این زن رو محکوم کنن چون عملا خودشون هم گناهکارن جالبه که چطور ایسا با خونسردی نشست و با انگشتش مشغول نوشتن چیزهایی شد. ما هیچ مدرکی نداریم که ایسا چی می نوشت. اما بعضی مفسرین بر این عقیدند که او شاید شروع به نوشتن گناهان مخفی اون مردانی کرد که در اطرافش ایستاده بودند و منتظر بودند که اون زن رو محکوم کنند. ما از این مطمئن نیستیم اما یقینا این توجه اونا رو جلب کرده بود. چیزی که لازمه بدونیم اینه که عیسی نیومد تا محکوم کنه بلکه اومد تا نجات بده حالا وقتی افراد متکبری بودند که خودشون رو عادل میدونستان عیسی با اونها مخالفت میکرد همونطور که اینجا با فریسیان و علمای دین مخالفت میکنه اما هدف اصلی او از آمدن بر روی زمین این بود که گم شدگان رو پیدا کنه و نجات بده عیسی خودش رو به عنوان شبان نیکو توصیف میکنه او هدفش هدایت گوسفندانه. او در صدده که ما رو از دست دشمنانمون نجات بده. از شیطان، از دنیای گناهالود و از نفس گناهکار. او حتی یک بار گفت که کسانی که سالم هستند به طبیب نیاز ندارند. بلکه بیماران هستند که به طبیب نیاز دارند. خب اینجا دکتر ایسا میاد که بیماری گناه رو با بخشش خدا شفا بده. حالا چیزی که باید بدونیم اینه که هیچ کدوم از ما نمیتونیم در مسند داوری دیگران بنشینیم. هیچ کدوم از ما اونقدر کامل نیستیم که با تکبر بگیم که ما پاکتر از دیگران هستیم یا مقدستر از بقیه هستیم. وقتی چنین رفتار متکبرانه ای داشته باشید و خودتون رو عادتتر از دیگران بدونید، اون وقت شروع میکنید اونها رو به خاطر گناهانشون محکوم میکنید در حالی که خود شما هم در حقیقت گناهکارید. چیزی که همه باید درک کنیم اینه که خدا دلها و افکار رو آزمایش میکنه. فقط چون شما زنا نکردید و یا مرتکب گناه دزدی نشدید این دلیل نمیشه که شما دل و نیت پاکتری از دیگران دارید. شما هم افکار شریرانه داشتید. شما هم حتی اگر در ظاهر نبوده باطنا وسوسه شدید و به این دلیل که هیچ کدوم از ما در شرایطی نیستیم که دیگران رو با سخت دلی محکوم کنیم. بدون اینکه بخوایم اونا رو ببخشیم. این یکی از بزرگترین درس که عیسی اینجا به ما میده. چون در اینجا میبینیم اگر کسی بوده که در موقعیتی قرار داشته که این زن رو محکوم کنه اون شخص خود عیسی بوده. او هیچ گناهی نداشت. کسانی که اونجا ایستاده بودند و به این زن تهمت میزدند چیزی به سوی او پرتاب نکردند. اما می بینیم که عیسی با وجود بیگناهی زن رو محکوم نمی کنه و تصمیم می گیره او رو ببخشه. این جدی چیز در مورد محبت خداست. او در موقعیتی هست که محکوم کنه. او اگه بخواد در موقعیتیه که ما رو لعنت کنه. اما به جای اون تصمیم می گیره با بخشش با ما مواجه بشه و به جای غضب با فیض با ما برخورد کنه. به این دلیل عیسی به این زن گفت من هم تو رو محکوم نمی کنم. اما توجه کنید که او رو به تغییری قلبی دعوت می کنه. او رو دعوت می کنه که توبه کنه و از گناهانش برگرده. او به زن می گه برو و زندگی گناهالودت رو ترک کن. وقتی خدا تصمیم گرفته شما رو ببخشه، وقتی او بخشش رو به شما هدیه کرد، شما هم باید از گناهانتون برگردید. باید که گناهانتون رو رها کنید. لازمه این دعاست. لازمه این کمک گرفتن از روح القدسه که از او بخواید برای اجتناب از وسوسه ها به شما کمک کنه وقتی این کار رو بکنید برکات و تازگی در خداوند رو تجربه خواهید کرد لازمه که بدونیم در این داستان درس اصلی اینه که انسان اغلب سریعا داوری میکنه و محکوم میکنه حالا در این مورد خاص اونها سعی دارن این کار رو توسط عیسی انجام بدن و خدمت او رو خراب کنن ما اغلب میشیم که خودمون رو پارسا و عادل قلمداد کنیم و گناهان دیگران رو که از اون خبر داریم محکوم کنیم در حالی که واقعا چنین حقی به ما داده نشده اگه ما بخوایم با محبت اونها رو تشویق کنیم که توبه کنن این مسئله فرق میکنه اما شما کی هستید که انگشتتون رو به طرف کسی نشونه بگیرید و بگی او مستحق داوری خداست شما هم به اندازه او مستحق هستید پس لازمه که ما با شکرگزاری و با فروتنی رفتار کنیم که بخشش خدا رو دریافت کردیم نه اینکه تکبر داشته باشیم و با غرور به دیگران نگاه کنیم در خاتمه باید بدونیم خدا مایل نیست که مردم رو محکوم کنه بلکه میخواد اونها رو نجات بده لازمه که ما به گناهان خودمون اقرار کنیم و در مقابل خدا فروتن بشیم و اظهار ندامت کنیم در این صورت بیشتر شبیه زنی خواهیم بود که به خاطر گناهانش فروتن شد و این خبر خوش رو شنید که خدا هم او رو محکوم نخواهد کرد شما هم با دیگران همانطور رفتار کنید و این رو سرمشقی برای خود قرار بدید ما کامل نیستیم و نمیتونیم بخشش و رحمت خدا رو کسب کنیم این فقط با فیض و کلام فیض بخش و بخشش در ایسای مسیح مویسره امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپه 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرسه wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت www.persianboardradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.